قاصدک ها. این قسمت دارکوب. سلام کوچولوهای توی خونه، امروز قاصدک ها چیجاش کجاست بازی میکنن. اینقدر بازی خوبیه که نگو. بودو این بیاین بریم با هم ببینیم. بازی که میگفتم اینه، گردونه یه چیزی قایم کرده و بچه ها باید پیداش کنن. اونم با زدن روی چوب را نمایشون میکنه که بهش نزدیک بشن. بازیش اینقدر کیف میده که نگو. آفرین دردونه. خب گردونه این دفعه نوبت توه. قراره یه شیرینی خوشمزه رو پیدا کنی. چی شده گردونه؟ گردونه میگه یکی دیگه هم داره صدا در میاره و اون نمیتونه شیرینیشو پیدا کنه. بازم اون صدا اومد، فکر کنم بالای درخته. ریزونه این کارو نکن. گردونه جان آخه همه چیز که خوردنی نیست. دردونه میگه اینا پای یه پرنده است که خودش رو روی درخت نگه داشته. بریم ببینیم این چه پرنده ایه. ریزونه این نوع که یه پرنده است، وسیله بازی نیست که. گردونم که داره ادای دوست جدیدمون رو در میاره. امان از دست تو گردونه. اون یکی سرخ سرش، دو رنگ خوش رنگ پرش، نوکش چه تیز و نازه، چنگالش تیز و بازه. میکوبه رو درختا، سر میزنه به هر جا، کرم های ریز قضاسه، روی درختا جاسه. دارکوبا خیلی سریع پرواز میکنن بچه های گلم، و موقع پرواز همش بالا و پایین میرن. نوک دارکوبا خیلی قوی و محکمه و میتونه خیلی راحت تنه درخت رو سوراخ کنه. دارکوبا به کمک زبان چسبندشون حشره‌های توی درخت رو میگیرن و میخورن. پای دارکوبا با بقیه پرنده ها فرق داره و بهشون کمک میکنه که خیلی راحت از درخت بالا و پایین بره. سرعت نوک زدن دارکوبا به درخت خیلی زیاده، ولی سرشون خیلی محکمه و موقع انجام این کار سردرد نمیگیرن. آخه گردونه جان تو که پرنده نیستی، نمیتونی مثل دارکوب روی درخت وایسی و بپری. دارکوب به خاطر پاهای مخصوصشه که میتونه این کارو راحت انجام بده. حالا فدای سرت، به جاش با یه پرنده مهربون دیگه هم آشنا شدی. دردونه میگه هوا داره کم کم تاریک میشه. آره دردونه، بهتره تا دیر نشده به راهتون ادامه بدین. گردونه چی شد؟ مثل اینکه دردونه یه فکری داره. گردونه تو اینجایی؟ داری دنبال چی میگردی؟ ای شیطون بالاخره پیداش کردی.
گیتونه انگار دوست جدیدمون دارکوبا مثل تو خیلی غذا دوست داره. گیتونه جا موندی که بودو بهشون برسی. قاصدکا سفرتون بخیر، به زودی میبینمتون.